بسم الله الرحمن الرحیم. بچه هنوز تو مفهوم دایره هستیم، زاویه محاطی و ظلی و اینا را تو دایره میخواییم با همدیگه بررسی کنیم و چند تا تست با همدیگه حل کنیم. بچه دقت بکنید، زاویه مرکزی زاویه بود که رأس زاویه مرکز دایره باشه. این زاویه مرکزی بود، رأس مرکز دایره، ضلع‌های زاویه هم شعاع‌هایی از دایره. اندازه زاویه مرکزی برابر کمان مقابل بود، اندازه زاویه مرکزی برابر اندازه کمان مقابل. اینو به عنوان تعریف قبول میکردیم، این اثبات نداری، تعریفه. بعدی زاویه محاطیه. زاویه محاطی زاویه هست رأسش رو محیط دایره، اضلاعش و ترهایی از دایره. آ ب س. اندازه این زاویه محاطی نصف این کمان مقابل میشه. پس اندازه زاویه محاطی میشه نصف کمان مقابل، نصف کمان مقابل. این کمان بی ایکس سی تقسیم بر دو اندازه زاویه آ میشه. فعلا با اثباتش کاری نداریم، یادآوری کنم تا بریم با هم دیگه تست حل بکنیم. زاویه ظلی چی هست؟ زاویه ظلی زاویه یه که رأسش رو محیط دایره باشه، یک ظلش مماس بر دایره باشه، یک ظلش وتری از دایره باشه. به این زاویه میگیم زاویه ظلی. پس زاویه ظلی اندازش باز میشه نصف این کمانی که داخلش قرار میگیره. درسته؟ پس اندازه زاویه ظلی نصف کمان روبرو. دو تا زاویه دیگه هم هست. زاویه که از برخورد دو تا وتر به وجود میاد، این دو تا وتر. اینجا رو ایکس بگیرم، اینجا رو میگیرم. اندازه این زاویه او بهش میگن زاویه داخلی. درست؟ میشه جمع دو تا کمان نه روبروش. پس این اندازه او یک برابر میشه با آ ایکس دی به اضافه بی ایگرگ سی تقسیم بر دو. زاویه دیگه که باش کار زیاد داریم، زاویه که رأس خارج دایره باشه و دایره رو قطع بکنه از لاش. این زاویه او بی سی دی ای، مثلا اینجا رو ایکس بگیرم، اینجا رو میگیرم بگیرم که تا زاویه او رو بخوایم اندازش حساب بکنیم، تفاضل کمانهای روبرو دی ایکس آ منهای بی ایگرگ سی تقسیم برد. حالا بچه دقت بکنید، این به جای قاطع بودن مماثل باشی چه اتفاق نمیفته، همین میشه. یعنی اگر به جای اینکه اینطوری قاطع باشه بیاد اینطوری مماثل باشه، باز همون اتفاق میفته، این کمان منهای این کمان تقسیم بره. هر هم این اثبات داره، هم این اثبات داره، هم این اثبات داره، هم این اثبات داره. فعلا با اثبات این کاری ندارم، تو کتاب درسی خیلی روان و ساده هست. بریم با هم یه تعداد تست حل بکنیم که به این مفاهیم تسلط پیدا بکنیم. تست 1172
در شکل مقابل او مرکز دایره است، مقدار x چند درجه است؟ اینجا رو 50 درجه داده، او مرکز دایره هست. اینجا رو 10 درجه داده. اینجا رو 60 درجه داده. اینجا رو x. اینا خواست x درجه. دوستان بچه دقت بکنید، این 10 زاویه محاطیه، زاویه محاطی نصف کمان روبرو، پس این کمان روبروش میشه 20 درجه. پس اینو میتونم بگم 20 درجه. این زاویه مرکزی، زاویه مرکزی خود کمان روبرویه، پس اینجا میشه 50 درجه. کل این زاویه محاطی 60 درجه است، پس کمان روبروش 120 باید باشه. 20 50 کل این 120، پس اینجا میشه 50. حالا این زاویه محاطیه نصف کمان روبرو، پس x میشه 25 درجه. گزینه 2. یازده هفتاد و سه، در شکل مقابل وترهای AB، BC و CD برابرند. زاویه BAC 25 درجه است. اندازه زاویه E چند درجه است؟ این دایره زاویه BAC، این زاویه 25 درجه است. گفته کمان AB، کمان AB، وتر AB، این وتر AB، وتر BC و وتر CD برابرن. این سه تا با هم برابرن. درست. زاویه E را خواسته. بچه دقت کنید، وترهای برابر کمانهای برابر دارن، پس این سه تا کمان با هم برابر هستن. اینو داریم. این زاویه محاطی 25 درجه است، زاویه محاطی نصف کمان روبروشه، پس اینجا میشه 50 درجه. پس اینم میشه 50 درجه، اینم میشه 50 درجه. درسته؟ حالا این زاویه ای، زاویه محاطی رأسش روی دایره هست، ازلاش وترهای از دایره است، پس زاویه محاطی نصف کمان روبرو، کمان روبرو 150، نصفش میشه 75. گزینه 3. یازده هفتاد چهار ببینیم چی داره میگه. در شکل مقابل خط L در نقطه D بر نیم دایره به مرکز O مماس و موازی قطر AB است. اگر A 17 درجه باشد، آنگاه زاویه CBD چند درجه است؟ یازده هفتاد چهار. شکلش اینجا میکشم که اونجا جا داشته باشم برای بحث کردن.
چی خواسته؟ ببینیم. خط ال تو نقطه دی بین ماست. بین نیم دایره. این زاویه 17 درجه هست. این و این با هم چیان موازی هند. درست. زاویه سی بی دی. سی بی دی. یعنی اینجور. بچه دقت کنید، از اینجا به دی وصل بکنیم، شعاع به مماس عمود میشه. اینجا مرکز دایره است، پس این شعاع، شعاع به مماس عمود. اینجا 90 درجه است. چون AB و L با هم موازی اند، اگه به یکی از خط‌ها موازی عمود باشه، به یکی اون یکی هم عموده، پس اینجا میشه 90 درجه. پس این زاویه مرکزی 90 درجه است. این کمانمون 90 درجه هست تا اینجا. این زاویه محاطی است 17 درجه. پس کمان روبروش دو برابر این میشه 34 درجه. کل اینجا 90 درجه است. 34ش اینجا رفته. 56 درجهش اینجا میمونه. یعنی این تیکه میشه 56. این زاویه محاطیه نصف این کمان میشه. 56 نصفش میشه 28. گزینه 3. سال 1176. شکل مقابل دایره به قطر آب که او مرکز آن را آن است را نشان می‌دهد. اگر اودی موازی بی سی باشد و زاویه آن 40 درجه، آنگاه اندازه زاویه دی چند درجه است؟ این دایره مونه بچه ها. این قطر آبیه، مرکزمون اویه، یه دی اینجا، اونم بی سی موازی اینه. درسته؟ بعد حالا بچه این دوتا که زاویه آره 40 درجه گفته، ها 40 درجه هست، زاویه محاطیه، پس نصف کمان روبرو، پس اینجا رو میفهمیم 80 درجه است. این تیکه 80 درجه. این زاویه با این زاویه برابره، موازی مور. اینو امتداد بدیم بچه ها. این نصف این کمان میشه. اینم نصف این کمان میشه. پس اگر اینجا x باشه، اینجا هم x، چون این دوتا با هم برابره. جمع کل اینا 180 باید باشه. یعنی 2x به اضافه 80 درجه میشه 180 درجه. پس 2x میشه 100 درجه، x میشه 50 درجه. بچه اینجا 50 درجه شد. الان زاویه دی رو خواسته، یعنی اینجا رو خواسته. این که 50، اینم 50. زاویه محاطی نصف کمان روبرو، نصفش میشه 25 درجه. گزینه 2. یازده هفتاده هشت ببینیم چی داره میگه. در نیمدایره به قطر آبی نقاط دی و سی روی آنچنانن که زاویه بی آدی 70 درجه، بی سی هم برابر سی دی هست. یه دونه نیمدایره داریم به قطر آبی. این نیمدایرمون به قطر آبی نقاط دی و سی چنانند، زاویه بی آ بی آ دی اینجا 70 درجه است. بی سی با سی دی برابر هست. بی سی
این با این برابر است. درست. بچه این زاویه محاطیه 70 درجه که باشه روبرو 140 درجه خواهد شد. درسته؟ پس اگر شکل واقعی تر بکشم اینجا دی باشه، اینجا 70 درجه است، این 140، سی هم اینجاست. الان چه زاویه رو خواسته از ما؟ زاویه ABC، ABC این زاویه رو خواسته. درست. بچه این 70 روبرو 140 میشه، چون این دوتا وتر با هم برابرند، وترهای برابر کمانهای برابر دارند، پس این 140 نصف میشه، 70ش اینجاست، 70ش اینجاست، کلن 180، 40 هم اینجا میشه. حالا زاویه B به این کمان نگاه میکنه، این کمان 110، نصفش میشه 55، گزینه 1. یازده هشتاد ببینیم چی داره میگه. در مثلثی اندازه دو زاویه 50 درجه و 60 درجه است، قطری از دایره محیطی مثلث که از رأس زاویه سوم میگذرد ضلع روبرو به آن رأس را با کدام زاویه قطع میکنه؟ ببینید مثلث یه زاویهش 50، یه 60، مجموع زوایا 180 میشه، 110ش رفته، پس 70ه. دقت بکنید یه چنین اینجا 50 باشه مثلا، اینجا 60، اینجا 70. درست. قطری از محیط دایره مثلث، دایره محیطی مثلث، این دایره مرکز، چون زاویه حاده هست، همه زاویه حاده هست، مرکز دایره محیطیش داخل قرار میگیره. میدونم هم که مرکز دایره محیطی محل تلاقی عمود منصف هست. درست. اینو به اینجا وصلش بکنیم، اینجا او. درست. ضلع روبرو به اینجا رو ام بذاریم، این زاویه رو میخوایم پیدا بکنیم. ببینیم چه اتفاق میفته. این زاویه زاویه داخلیه، زاویه داخلی مجموع دو تا کمان روبرو تقسیم بر دو، پس باید بریم سراغ این کمان. این زاویه B هست، 60 درجه است، کمان مقابلش زاویه محاطی دو برابر این باید بشه، اینجا میشه 120 درجه. این زاویه 50، اینجا میشه 100، اینجا میشه 140. ما اینجا رو نیاز داریم بچه، دقت بکنید. حالا اینجا رو که دقت کرده باشید، این خطره 100ش رفته اینجا، پس کلش نیم دایره است 180، پس اینجا میشه 80. حالا این x را که دنبالش میگردیم، x برابر میشه با 120 به اضافه 80 تقسیم بر 2 میشه 100 درجه. درست. حالا گزینه 1. یازده هشتاد دو ببینیم چی داره میگه. در شکل مقابل A 66 درجه است،
ای و اف به ترتیب وسط کمانهای AB و AC قرار دارن. اندازه زاویه D چند درجه است؟ 11.82 ببینیم چی داره میگه. یه دونه دایره داریم باز. این زاویه A B C. این 66 درجه هست. E و F به ترتیب وسط کمانهای AB و AC. E وسط AB، F وسط AC. درست. اندازه اینو خواست. بچه ها دقت بکنید، این کمان من x بگیرم، چون این وسط اینجا هم x میشه، اینجا هم y میشه، اینجا هم y میشه، درسته؟ این زاویه محاطیه، زاویه محاطی نصف کمان روبرو میشه، پس اینجا چقدر بوده؟ 66 ضرب در 2 132 میشه. این زاویه دی که اینجا هست، اینجا 132 درجه است. دی زاویه محاطیه، نصف کمان روبرو میشه x به اضافه y تقسیم بر 2. اما ببینیم x و y چجوری هستن. دو تا x با دو تا y با 132، دو تا x دو تا y با 132 میشه کل دایره 360. x به اضافه y به اضافه 66 میشه 180. پس x به اضافه y میشه 180 منهای 66. درسته. اینو میخوام تقسیم بر 2 بکنم. 180 تقسیم بر 2 بکنم میشه 90. 66 هم تقسیم بر 2 بکنم میشه 33. 90 منهای 33 میشه 57 درجه. گزینه S. ۱۱۸۴. در شکل مقابل دو دایره در نقطه سی مماس و آبی و عادی نیز بر دایره ها مماس هستند. اگر زاویه A 80 درجه باشد، آنگاه اندازه زاویه BCD چند درجه است؟ ببینیم چی داره میگه بچه ها. ۱۱۸۴. دو تا دایره داریم مماس خارجند. این نقطه ایسی. اینجا یه مماس رسم کردیم، اینجا هم یه مماس رسم کردیم، رسیدیم به نقطه آ. اینجا هم که دیگه اینجا رو گفته 80 درجه. درسته. زاویه سی رو خواسته. این زاویه سی رو، بچه زاویه سی رو اینجا من یه مماس مشترک بکشم، اینو در نظر بگیرید. الان این تیکه زاویه ذلی هست تو این دایره بزرگی، نصف این کمان میشه. من این کمان اسمشو بذارم 2y، پس اندازه اینجا میشه y، اندازه اینجا میشه y، چون باز زاویه ذلی. حواسمون باشه، بیایم اینجا این زاویه ذلی، این کمان رو 2x بذارم، اینجا هم میشه x، زاویه ذلی نصف کمان روبرو، این هم زاویه ذلی نصف کمان میشه x. الان این چهار ذلی A B C D رو نگاه کنید، مجموع زوایای چهار ذلی 360 درجه است. 80 به اضافه 2 تا y به اضافه 2 تا x میشه 360. پس 2 y به اضافه 2 x میشه 360 منهای 80. تقسیم بر 2 بکنم، y به اضافه x 180 منهای 40، y به اضافه x میشه 140 درجه.
ایگر اگه به اضافه ایکس 140 درجه یعنی اینجا 140 درجه هستیه. همینو مسئله خواسته بود دیگه. گزینه دو. یازده هشتاد شیش. در شکل داده شده اگر آب قطر دایره زاویه سی 110 درجه و پی دیم بر دایره مماس باشد آنگاه زاویه پی چقدر هست؟ یازده هشتاد شیش ببینیم چی داره میگه. یه دونه دایره داریم، این قطر آبش هست، اینجا مماسی رسم کردیم، اینجا دی، اینجا پی، این سی، اینجا گفته 110 درجه درسته. حالا این مماس، این زاویه پی را خواسته، من ایکس میگیرم. بچه دقت بکنید، این زاویه 310 درجه زاویه محاطی، زاویه محاطی نصف کمان روبرو، نصف کمان روبرو، این کمان 220، این 110 دو برابرش میشه 220. 180ش اینجاست، 180ش اینجاست، پس این تیکه میشه 40. حواسمون باشه این میشه 40. این زاویه خارجی، زاویه خارجی میشد تفاضل دو تا کمان روبرو، یعنی این کمان منهای این کمان، این کمان 40ه، این کمان سبز رنگ، مگه کل این نیم دایره نیست؟ 180 نیست، 40ش اینجا رفته، 140ش اینجاست دیگه. پس ایکسمون میشه 140 منهای 40 تقسیم بر 2 میشه 50 درجه. گزینه 1. 1188 در شکل روبرو M 40 درجه هست، M A B 110 درجه، M A و T B بر دایره مماس هستند، اندازه T B M. شکل رو بکشیم ببینیم چجوریه. 1188 یه دونه دایره داریم، این دایره تو آی مماس اینجا رسم میکنیم، ام. تو بی هم یه دونه مماس رسم میکنیم، اینجا هم تی میذاریم. اینجا 110 درجه هست، اینجا 40 درجه هست، درسته. کدوم زاویه رو خواسته از ما؟
زاویه تی بی ام، زاویه تی بی ام، یعنی این زاویه رو خواستم. این زاویه رو خواسته، پس من باید بدونم که این کمان چقدره. این زاویه زلیه، زاویه زلی نصف کمان روبروش، پس من باید اینجا حساب بکنم. درسته؟ حالا بچه اینجا که من بخوام حساب بکنم، اینجا زاویه زلیه 110 درجه است، پس کمان روبروش 220، کل این 220، کل این 220، یعنی این تیکه سبز با این تیکه آبی 220. حالا ببینم تیکه سبز رو ببینم چجوری میتونم حساب بکنم. تیکه سبز بچه اینجا 110، اینم 40، مجموع زوایای مثلث 180، 110 و 40 150، پس برای این زاویه میمونه 30 درجه. درسته؟ زاویه محاطی 30 درجه، کمان روبروش دو برابر این، پس اینجا میشه 60. 220 منهای 60 اینجا میشه 160. x زاویه ظلیه، نصف این میشه 80، پس x میشه 80 درجه. گزینه 3.